والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب خاص الله عن ذاتیس انزل نازل کردگیس و نازل میکنه علیکم بالای تو الکتاب کتاب قرآن را منه آیات محکمات ای کتاب دو نوع آیات داره بعضش آیات محکمات است معنایش معلوم است واضح و روشن است هن ام الکتاب کی اصل کتاب است و اخر متشابهات و دیگه آیاتی از متشابه است معنای حقیقیش فهمیده نمیشه فهم الذین فی قلوبهم زیغ هرچی کسایی که در قلبهایشان کجی است گمراهی است دلالت است فیتبیون تابیداری میکنن ما تشابه امو آیاتی که مشابه است منو از قرآن مشابه که معنایش معلوم نیست پشت آیات متشابهات میره چرا ایتو میکنن ابتغاء الفتنه بخاطر طلب کردن فتنه گمراهی و ابتغاء تأویلی طلب کردن معنای حقیقیش و ما یعلم تأویله الا الله نمیفهمد معنای حقیقی از او را غیر از الله هیچ کسی و راسخون فی العلم کسایی که محکم هستند در علم یقولون آمنا بی میگوین که ما ایمان آوردیم بهی به می آیات کل من عند ربنا کلش از جانب رب ماست و ما یذکر الا اولو الالباب پند و نصیحت نمیگیرن مگر صاحبای عقل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب و یا دوام میکنن ای رب ای خالق معبود لا تزغ کج نکو یا الله تو طلب میکنیم ما را نجات بده از زیغ کجی قلوبنا دلهای ما را بعد اذ هدیتنا بعد از اینکه هدایت کردی ما را و هب لنا من لدنک رحمه ببخش برای ما خاص از طرف خود رحمت انک انت الوهاب بدون شک تو یا الله الوهاب بسیار بخشاینده استی بسیار میبخشی بخششی میتیاتی ببخش ما ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد اي رب بدون شك تجمع میکنی مخلوقاته در روزی که نیست شک در آن ان الله لا يخلف الميعاد بدون شك الله خلاف نمیکنه به وعده خود خب در این آیات الله ای را بیان میکنه که نصرانی ها چرا گمراه شدند میگه آیات دو نوع است در قرآن داد یکی معنای مرادش معلوم بود واضح است کجا احکام عقیده را بیان کرد یکی غیر معلومه اینا آیت های روشن هم میمانن یک آیتی که متشابه است معلوم نیست یک معنای غلط هم میشه از او اراده کنی پشت از او میرن اینجاست که گمراه میشن الله میگه آیات متشابه را بانین این را معنایش غیر از الله کسی نمیفهمه الله این را چرا نازل کرده که نمیفهمیم به خاطر که امتحان میکنه ما را از تکبر ما را دور میکنه که شما هر قدر علمتان بالا بره بعضی گفا را نمیفهمه امتحان است. آیاتی که واضح هست تا بیداری از اونا را کنی. مرض نصارایی بود که یکم جایا آیاتی روح منه آمده بود. روح هست منه از جانب الله یا میگفتن من به معنای تبعیض جزئیات است. از این فهمیده میشه که عیسی جزء الله است یعنی فرزندش. از کلمه منه استفاده میکرد. الله میگه آیات واضح چرا قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. نه اولاد داره نه پدر داره. ولم یکن لو کفوان احد چرا از این استفاده نمیکنین چرا به ایمان نمیارین کلمه من او چندین معنا احتمال داره دو تا آیات میرین همین مرضی ها کس آیات های متشابه را میگیره بسیار کسا از این مثال ها داره که چند ساعت دربر میگیره کل مثال هاش بگویم براتون هو الذی خاص الله ان ذاتیس انزل علیک که نازل کرده به تو ای محمد صلی الله علیه و سلم الکتاب قرآن عظیمه قرآن عظیمه یعنی تو پیامبر بر حق هستی فیه آیات بینات فیه در این قرآن آیات های قرآن است احکام های است چه قسم آیات است محکمات یعنی بینات واضحات الدلالت دلالتش به معنیش واضح است روشن است معنای مرادش لا التباس فیه نه گدودی است ولا غموز نه پیچیدگی مثل آیات حلال و حرام اصل کتاب هن ام الکتاب این اصل کتاب است اساس کتاب است بنیاد قرآن است ام ای را میگه که مرجع چیزی که جمع میشه یعنی دیگه که آیات ها به این رجوع داده میشه
مرجع دیگه احکام است. عقیده، حلال، حرام بسیار واضح روشن است. و اخر متشابهات، اخر دیگه آیات هایی است در قرآن، فی آیات اخر دیگه آیات هایی است متشابهات که متشابه است. تشابه در لغت به معنی مماثلت دو چیز در کیفیت مقدار میگه. در اینجا متشابه چی را میگه؟ که در دلالت به معنایش متشابه است، یعنی واضح نیست، روشن نیست، چند معنا را میتونه افاده کنه. پس کسی که رد کنه آیات متشابه را الالواضی به سوی آیات محکمات که واضح است معنایش، فقط اهتدایی به هدایت میشه. اگر نه که برعکس کرد که آیات محکمات به متشابهات بازگشت داد، باز گمراه میشه. فقد ضل، هی گمراه میشه. در متشابهات بسیار معانی است. بعضی میگه که مجملات مثل الف لام میم، نه نمیفهمی. یا آیاتی که متشابه است، الرحمن علی العرش استوا، استوا کیفیتش چه قسم، نه استوا خو معلومه با کدام کیفیت. یا تبارک الذی بیده الملک بل یداه و سماوات مطویات بیمینی، دست راست الله، هر دو دستان الله. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به انسان از رگش هم که نزدیک هستیم. اینی این چیزا که هست آیت های چیز متشابه، معنای مرادش واضح. یا الف لام میم، قاف نون تاسین حامیم، چه معنا الله میفهمه. آیات متشابه همی واضح نیست معنای مرادش. بسیار معنی کردن ولی متشابه همی که واضح نیست. و محکمات چی؟ واضح است و روشن است، کلگی میفهمه، هیچ غموز پیچیدگی در وجود نداره. این حال کسی که عقیده صحیح است آیات متشابه را به محکمات راجع میکنه، پس میفهمه. و کسی که مرضی است چی میکنه؟ در قلبش کجی است، آیات محکمات به مشابهات میبره، ای نه گمراه میشه. الله چی میفرماید؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ، هر چه کسایی که در قلبش زیغ میلان از هدایت باشه با سوی ضلالت و گمراهی زیغ، فیتبعون ما تشابه منه، تابعداری میکند اینها ما تشابه، ما امو آیات تشابه که مشابه است، مجمل است، واضح نیست، این را تابعداری میکنه. و یفسروه علی حسب هوا، مطابق خواهشات خود تفسیرش میکنه. مثلا روح منه، میپسند روح است از جانب الله، یا میفتن من جزء، جزء الله است، جزء وجود الله است، عیسی علیه السلام. و بسیار میاد دیگه، ما جای زیاد باز برتان نشان میدم. چرا این کار میکنن؟ ابتغاء الفتنه، به خاطر طلب کردن فتنه، ما یعنی مردم در فتنه، در گمراهی انداختن، میخوان مردم در گمراهی پرتن در دینشان. مثل که نصارا این کار کردن در باره عیسی علیه السلام، مثلا و کلمته القاها الى مریم و روح منه، الله میگه عیسی کلمه الله است. اصل کلمه چی؟ با کلمه کن پیدا شده. القاها که الله انداخی کلمه را الى مریم، و مریم و روح منه، روح از جانب الله. یا چی گفتن؟ از کلمته الى مریم و روح منه فهمیده میشه که ابن الله است، فرزند الله یا جزء الله است. و دعوا کردن الوهیتش که اله است، محکمه که لم یلد و لم یولد او را ماندن، ای که این الحکم الا لله او را ماندن، الله تعبدو الا الله او را ماندن، و عبدو ربکم ای را ماندن، و لقد بعثنا فی کل امت رسولان ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت ای را ماندن. این چیزا را ماندن، در دیگه چیزا رفتن و گفتن این خدا است. یا الله گفت ان هو الا عبد انعمنا علیه، ای نیستی مگر بنده است که ما نعمت کردیم به بالایش. یا چی کردن؟ گفتن نه، ای اله است. آیات واضح را ماندن. و ما ابتغاء تأویله، دیگه یکی ابتغاء فتنه که مردم در گمراهی میپرتن، دیگه به خاطر چی؟ تأویلش، تأویل ای که میخوان، تأویل به معنای حقیقت، معنای حقیقی، به خاطر طلب کردن معنای حقیقیش تابعداری متشابهات کردن، در حالی که الله میگه و ما یعلم تأویله، نمیفهمد معنای حقیقی امی آیات متشابه را الا الله، مگر صرف الله، غیر از الله دیگه کسی نمیفهم.
مثلا الف لام میم هیچ کس نمیفهم غیر از الله چی معنی؟ یک اشارات است که این طور احتمال داره ای باشه بغیر از الله کسی نمیفهمه. یا ای که و نحن اقرب الی من حبل الورید ما از شارکتان کده و این وقت در بالای عرش است کی میفهمه؟ ای را نمیفهمه. دیگه این امی قیامت تفصیلاتش حالاتش قبر ای را غیر از الله کسی نمیفهمه. خوب الراسخون فی العلم بعضی ها میگه که در اینجا دو قسم توقف کردن و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون میگه راسخون هم میفهمن این صحیح نیست غیر از الله معنای متشابه را کسی نمیفهمه. راسخون فی العلم راسخ با معنای ثابت متمکن که خوب در علم محکم است پخته است خوب وحی را میفهمه. اینا که از چی میکنن؟ یؤمنون یقولون آمنا به میگن که ما ایمان آوردیم به آیات متشابه و این که از جانب الله است کل من عند ربنا کلش چی آیات متشابه محکم حق است راست است از جانب الله است. عالمای برحق میگن که ما معنای حقیقی زیرا نمیفهمیم ولی برش ایمان داریم. دیگرا که هست میگن معنایش این طور است از پیش خود دیگه ازش کم خود تفسیرش میکنه. و ما یذکروا الا اولو الالباب پند و نصیحت نمیگیره مگر کسایی که صاحبای عقل روشن هستن عقل مستنیر دارن روشن فکر هستن اینا میفهمن. مرضی ها که از پشت آیات های متشابه میره. ربنا لا تزغ قلوبنا ای رب کج نکو دلهای ما را از حق و گمراه نکو ما را. از این فهمیده میشه که امی قلوب بندا در حدیث ها میه بین اصبعی رحمان در بین دو انگشتان بلاکف حتی الله برای خود انگشت ثابت کرده انگشت دست انگشت دست انگشت ولی ای تو نه که ای تو بگه مثل ما کیف ما یلیقو فیشانی مثل ما نیست دیرو لیسه که مثله شیعون ولم یکن له کفوان احدون هیچ کس هم مانندش نیست هیچ کس مثلش نیست. الله حیات داره ما هم داریم حیات ما مثل حیات الله است نه. الله قدرت داره ما هم داریم قدرت ما مثل قدرت الله نیست. علم ما داریم یعنی داریم بله الله هم داره ولی علم ما که تزو مشابه است نه. اینه می قسمه کلام ما هم گپ میزنیم الله هم کلم الله نه. خب گپ ما مثل گپ الله است نه. ما هم اراده داریم الله هم انما امرو اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. الله چیزی را اراده کنه حکم کنه میشه ما اراده میکنیم نمیشه. اینا لهم مردم که بگویی که الله صفات داره میگه حی سمیع بصیر ای تو میگه خو علم خو الله علم داره ما نداریم. اینا لگه بگویی که الله ما دست داریم الله هم داره میگه نگویی یه پا نداره. چرا نداره؟ الله میگه ما دارم دست بیده الملک بیده الخیر بل یداهو نی قرآن پر از آیتا. یا میگه نی دست اگه گفتی باز اینی دست میشه چرا این دست شوه؟ علم هم که گفتیم باید اینی علم شوه نه علم ما شوه. حیات هم گفتیم باید اینی حیات شوه. قدرت هم که گفتیم اینی قدرت شوه. قدرت الله را به قدرت خود مشابهت نمیتی نه. علمش نمیتی کلامش نمیتی ارادهش نمیتی یدش چرا مشابه میکنی؟ الله ید داره دست داره اردو دست داره در حدیث می اردوش راست است دست چپ نیست. قدم داره الله انگشتان داره نفس داره چشم سمع سمی بصیر عیون بی عیون اینا عین این رو برای خود ثابت کرده. یه تو یک ذات اینا چی میکنن؟ کل صفات از دور یک ذات معدوم گویی که نیست اینا داره اونا داره اونا داره اونا داره به خاطر که مشابه نشه. خب قسمی که تو علم الله را به خود مشابه نمیکنی دست هم نکو. یا چی میگن؟ میگه اگه ما بگیم الله یاد داره بازی تو میکنه اینه این خود دست میگه این خستخوان است گوشت است پوست است پای الله خازی پاک است که پاک است میگه از دست هم پاک است تو با چرا 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 ظالم شدی؟ از این پاک است خلایس که مثلی ولی از یاد نه یاد داره. باز چی میگن؟ بید الملک ای به قدرتی به قدرتش الله میفهمه از پیش خود ازش کم تفوف نکو به قدرتی هی میگه به ملکی هی حتی از عرشش منکر شدن عرش الله را میگن به معنای پادشاهی ثم استوى على العرش مستوی شد به پادشاهی خود میگه تو اینه می فکرهای گمراهی این در قرن دو پیدا شد خب؟ چند سال پیش 12 سال پیش پیدا شد
با استقبال دیگه مردم روان است بمی. ربنا ای رب لا تزغ قلوبنا کج نساز دلهای ما را. الله که از کج راست الله میکند. خب دعا کنی قلوب بنده ها در بین دو کلک رحمان امید تو دورش بتا دور است. ایمان بلا تشبیه دورش داد چی میشه؟ کفر. کافر دورش داد ایمان. تقوا دورش داد فسق. خب تا وقتی الله دور نمیده تا خودت گمراه نشی هدایت شدی دور نمیده. قرآن میگه در صورت چی؟ صف. فلما زاغو ازاغ الله. فلما زاغو هر وقت که کج شدن اینا گمراه شدن ازاغ الله. الله قلبشانه دور داد قلوبهم. والله لا یهدی القوم الفاسقین. تا که گناه نکنی تا که خودت کج نشی الله کجت نمیکن. خودت راست باشی راستی را خواسته بری الله دیگه محکمت میکن. کج شدی باز کجت کده میره رای کجا برات نشان میده آسان میکنه. رای دلالت دال شدی رای دلالت هم به طرف کفر رفتی رای تا آسان کده میره. خطرناک است. یام نعمت الله است الحمدلله که برای حق بری گمرایت نمیکنه. ای رب کج نساز دلهای ما را بعد از هدایتنا بعد از که هدایت کردی. این خود الله به ما یاد میده که اینی دعا را کنین. دعا کنین که ما را بعد از هدایت گمراه نکنی. و هب لنا من لدنک رحمه ببخش از برای ما از طرف خود رحمت را از فضل و کرمت. رحمتی که او رحمت چی ثبات در دینت که ثابت قدم باشیم تا مرگ. الله اینه میره نصیب ما و شما کنه. بسیار در این وقت ایمان بردن سخت است. خب در این وقت تو مشکلات است که آخر ما چی میشه. بسیار کسا را دیدیم که اولش خوب بود بینش هم خوب بود آخرش خراب شد. یا اول خراب بود در بین خوب شد آخر خراب شد. بعضی اولش هم خراب بود بینش هم آخرش خوب میشه. یعنی آخر مهم است. رسول الله میفرماید انما الاعمال بالخواتیم. خاتمه مهم است. گذشته مهم نیست. فی الحال تا مرگ مهم است. و هب لنا من لدنک رحمه ببخشد برای ما از طرف خود رحمت ثبات در دین. انک انت الوهاب بدون شک تو بخشاینده هستی. یا رب به بندهایت اعطا و احسان میکنی میبخشی. به ما چی را ببخش؟ ایمان را ببخش. ثبات در ایمان را ببخش. این هدفی است. از دلالت از فتنه های هر زمان نجات بدی. این آخر زمان خوب بسیار فتنه هر زمان فتنه خود دار نجات بدی. وهاب چی بود؟ یکی از نام های الله است. حبلی بخشش. هبه با عربی من این موبایل را بردادم بخشش بلای وزه میرم بخشیده من میرم میگه هبه. الله بخشش میکنه هر چیز. الله بلای وزه با ما شما میته وزه نمیخواه نعمت میته وجود چشم گوش که خواستیم ما بلای وزه داده ما چی میتیم با الله چیز. وهاب است. وهاب نام الله است. اینا کسایی که به قرآن حدیث عمل میکنن در این زمانه و علما را هم قبول دارن مذاهب هم قبول دارن گپایش که موافق قرآن سنت باشه مردم اونا را چی میگن؟ وهابی. وهابی معناش الله پرست. مثل که الهی میگم نه رحمانی میگم رحمانی صاحب یعنی منصوب به سوی رحمان. وهابی منصوب به سوی وهاب الله. الهی منصوب به سوی الله. رحیمی صاحب منصوب به سوی رحیم. رؤوفی صاحب منصوب به سوی رؤوف یکی از صفات الله است نه. اکبری صاحب نه منصوب به سوی اکبر الله اکبر به سوی الله. اینا له اکبری را بد نمیگن نه. رحمانی را بد نمیگن. الهی را بد نمیگن. قیومی صاحب قیومی را بد نمیگن منصوب به سوی قیوم. رحیمی صاحب رؤوفی صاحب را بد نمیگن. وهابی که شد اگر عین چیز است اوه وهابی بسیار بد است میگن. وهابی وهابی که شد دیگه بسیار بد میبره اگر عین چیز است. خب وهابی چی؟ ای را باز بد میبرند. خوب است که این نام بد سر ما نمانده. یک محصل بیچاره هم اینجا طب میخواد یک روز آمد گریان کرده ای تو گریان کرد. چرا گریان داری؟ گفت استاد مرا وهابی گفتن. ولی خیر است وهابی چی معنا؟ من چی گفت چی معنا؟ گفتم وهابی یعنی الله پرست. مثل رحمانی، مثل اکبری، مثل رؤوفی، قیومی. خب
گفت الان من گفت تو وهابیستی، اشکاش میرم. چرا؟ گفت تو میری در این مسجد نماز میخوانی وهابیستی. تمنی دقیق سیزیانش بازی رفامان دمش که اینطور نیست. اما آلیا چی میگن؟ ما ای وهابی رو نمیگیم که الله اون وهابی که در سعودی بوده. خب او کی است؟ عبدالوهاب صاحب میگن. عبدالوهاب خب عبدالوهاب یک آدم است که مذهبی بود. اصلا اون کسی که عالم بوده و محمد نام داشت. محمد. کاش که محمدی بگوینده. نمیگن. میفهمند اگر محمدی بگوییم خب باز گردولی میشه. خب اگر محمدی هم بگوین هم مگه پس او کده وهابی خوب است. منصوب بسیار الله. عبدالوهاب نام پدرمی عالم بوده. و این سال 26 وفات کده. هجری قمری. یعنی در قرن 12 زندگی میکرد. در آخر قرن 12. آن قرن 14. 230 سال پیش زندگی میکرد. 230 سال میشه. 232 سال از وفاتش میشه. یک عالم خوب بود، تابع قرآن سنت بود. حتی هم کتاباش هم ببینی، اندگاه مذهب مذهبی بود، حنبلی بود. حنبلی مذهب بود. مذهب هم بیرون نبود. عالم ما را میگن شما در مذهب عزیزتین. اون مذهب نو نداشت. بیچاره عالم بود. یقین کنین که اگر ما و شما قرآن حدیث. ما میگیم که ما در حتی ما میگیم ما در یک مذهب مشخص که هر گپ خوب بد بگویه نیستیم. مشخص. وهابی را خوبان که ما حتی حنبلی خود نمیگیم. شافی خود نمیگیم. تنها شافی. تنها مالکی. تنها حنفی. تنها سفیان ثوری. تنها لیسی. بسیار علما تیر شده. ما میگیم کل علما را قبول داریم. ما میگیم هم شافیست، هم حنفی، هم مالکی، هم حنبلی. چطور میگه شده میتونید در یک وقت خود تا چهار مذهب باشه؟ ما میگیم میتونید. او چی است؟ به قرآن حدیث. عمل میکنیم خلاص. هر چیزی که هر عالم که قرآن حدیث با ما بیان کرد به چی میپذیره؟ خدمات از را نادیده نمیگیم. بسیار خدمت کردن با ما. علما احترامشان داریم. برشان دعا میکنیم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. برادرای با ایمان ما را ببخش. علما را درجه شان بالا کن. چرا نمیکنیم؟ وهابی که بگوین او مذهب نو داشته باشه ما خو ندیدیم. والا علم ما پیدا نکردم ما. همون کسی را که مردم وهابی میگه کلش میگه ما تابعدار قرآن سنت است. در عربستان هم دیدم گفتم کدام گروپ وهابی است اینجا؟ گفت نه. رفتم در مرکزش گفتم شما مقلد امام محمد هستین؟ محمد ابن عبدالوهاب؟ گفت نه توبه استغفر الله. نه در عربستان پیدا کردیم وهابی را، نه در ترکستان، نه در افغانستان. هیچ وجود نداره. که وجود نداره خیلی چطور ما در یک جایی باشیم که هیچ وجود نداره؟ یه ظالم ها کس خو توبت میکنن. با وهابی را اگر یهود میگن تکفیر میکنن. این تکفیری ها خودشان است. یکم تا میگه یا وهابی چی معنا گمش کنه؟ یهود نصارا بدتر هستن. خب همین تکفیر نیست چی؟ از یهود نصارا بدتر. باز ما را میگن که تکفیری. نه تکفیری خوش ماست. از یهود نصارا بدتر. تو استغفر الله. ولی کسی که تکفیر میکنه حدیث است من اکفر رجلا مسلما، کسی یک مرد مسلمان تکفیر کرد اگر بود و این کانا فبها، اگر نه و الا فهو الکافر، خودش کافر میشه. هر کسی که وهابی از یهود نصاراست یا بدتر است یا از دین بیرون است تکفیر کنه خودش کافره. این گپ ما رو باید بشنواد. در هر جای که هست ما میگیم خدا کافر نکو، ایمان تا دست نتی، بیا مشکل داری، شک داری، شبه داری، بیا کت ما گپ ده. اگر بودیم ما وهابی بیا ثابت کن. ما تابع قرآن هستیم، سنت. هر عالم که عالم باشد به قرآن سنت نظرش موافق قرآن سنت باشه قبول داره. خلاص. ربنا ای رب انک جامع الناس، بدون شک تو جمع میکنی مردم را. لیوم از برای روزی که لا ریب فیه، نیست شک در آمدن از او. ان الله لا یخلف المیعاد، بدون شک الله خلاف نمیکنه به وعده خود. در اینجا یک دعای دیگر را به ما و شما یاد میده که بگوین یاد میده. قولوا ربنا لا تزغ قلوبنا، بگوین که ای رب قلبهای ما را کج نساز. دعا کنین و اینی دعا را بکنین که ربنا ای رب انک جامع الناس، بدون شک تو مردم را جمع میکنی.
ليوم يعني في يوم در روزي كي لا ريب فيه نيس شك در آمدن از روز حساب إن الله بدون شك الله لا يخلف الميعاد خلاف نمي كنا بوعده خود يعني وعدت حق سيرب خلاف نمي كني پس اینجا چی هست؟ اینجا یک سوال پیدا میشه، خود دعا نیست که ما گفتیم یا الله مردم در روزی که شک نیست جمع میکنی، خلاف نمیکنی، این خوی خبر دادن است با این واقعیت است. این ربنا چه معنا؟ این سوال جوابش ایست که این ربنا ایست که در اون روزی که مردم جمع میکنی ما را از رسوایی او روز و شدت او روز نجات بده و در اون روز تو وعده کردی که ما کسایی که در دنیا تابیداری از حکم و ما دستور و ما کتاب ما بکنن اونا را در جنت ها میبرم. یا الله ما را در امو نعمت هایی که وعده دادی در اون نعمت ها برسان. اصل هدفش است. خب فایده های از این آیت ها چند فایده داره؟ یک فایدهش ایست که امام مسلم از عایشه روایت میکنه رضی الله عنها، حدیث ایست که ان رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله صلی الله علیه و آله تلاوت کرد، بیان کرد این آیت هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات ثم قال بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله گفت اذا رایتم الذین یتبعون ما تشابه منه، وقتی که دیدین شما او علمای را یا او مردمای را کتابی داری میکنه آیاتی را که متشابه است یعنی واضح نیست معنایش، او را تابیداری میکنن فاولائک الذین سماهم الله، اینا کسی است که الله اینا را نامگذاری کرده که او چیست، فاما الذین فی قلوبهم زیغ یعنی اینا کجرواستن دال هستن فاحذروهم از اونا بترسین و از اونا دور شوین، در جماعت از اونا نرین که از آیات متشابه استدلال میکنن پشت آیات متشابه میرن ای تو آدم ها رو نرین. ای تو آدم ها بسیار زیاد است، همین کسایی که عقیده بدعی دارن و عقاید خراب دارن این مردم ها زیادتر این می آیت ها را تابیداری میکنن. دوم فایده ایست که امام قرطبی میگه که احسن ماقیل فی المتشابه و المحکم، بهترین چیزی که تفسیر شده در معنای متشابه و محکم منه آیات محکمات و اخر متشابهات، بهترین تفسیر است که ان المحکم ما عرف تاویله، محکم است که شناخته شود تفسیرش و فهم معنا و تفسیر معنایش و تفسیرش فهمیده شود. اینی را میگن تاویلش معنای حقیقیش فهمیده شود شناخته شود، این را محکم میگن. متشابه است که ما استأثر الله تعالی بعلمه دون خلقی، الله این را برای خود انتخاب کرده غیر از مخلوقش، مخلوق نمیفهم. ولم يكن لأحد إلى علمه سبيل، هیچ کسی به علم ازی راهی نداره که علم ازی را پیدا کنه. مثلا الف لام میم آیتای بسیار مجمل دیگه یا حقیقت معنی کیفیت معنی بیده الملک و استوى على العرش حقیقی معنی حقیقیش کیفیش این الله غیر از الله کسی نمیفهمه. قال بعضهم بعض العلماء میگه و ذلك مثل وقت قيام الساعة، قیامت وقت قيام قیامت کی است اینا هیچ کس نمیفهم، حتی خاتم النبیین خروج یأجوج و مأجوج کی است نمیفهم، خروج دجال عیسی حروف مقطعه در اوایل سور غیر از الله کسی نمیفهم. یک فایده دیگه است که آیات قرآن دو قسم بود، یک محکمات بود دوم متشابهات بود مثل که آیات ها بیان شد. اینجا سوال است که چگونه توفیق در بین این دو آیه امکان داره؟ بعضی ها میگن که الله در قرآن میگه که کل آیات قرآن متشابه گفته، در بعضی جایا کل قرآن محکم گفته، محکمات گفته. اینجا چطور میگن بعضش متشابه بعضش محکم؟ مثلا در سوره هود الله میفرماید که کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن یک کتاب است احکمت آیات، کل آیاتش محکم است، احکمت محکم است کلش. و در سوره زمر می فرماید که کلش متشابه است، الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها، الله نازل کرده بهترین کلام را حدیث کلام کتابا متشابه، کتابی که متشابه است. این در سوره زمر الله میگه کل آیات متشابه است و در سوره هود میگه کلش محکم است. اینجا میگه بعضش متشابه و بعضش محکم، چی معنا؟ فال جواب، جوابش ایست که تعارض در بین آیات نیست، زیرا هر آیات در هر جای معنای خاص خود داره.
هر جایی که محکمات آمد اما معنا رو نمیده، یک احکمت آمد و معنا رو نمیده. مثلا قرآن میگه که در سوره هود کتاب احکمت آیاتو، آیاتش محکم است. چه معنا؟ یعنی لیس به عیب، عیب دی نیست، کلام حق است، الفاظش فصیح است، معانیش روشن است، دیگه منسوخ نمیشه. این قرآن کتاب است که منسوخ نمیشه، یعنی بعد از این دیگه کتاب نمیاد، محکم است. محکم به این معنا کلام حق است. متشابه چی معنا؟ بعضش با بعض دیگهش مشابهت داره، در چی؟ در زیبایی، در تصدیق بعضش با بعض دیگهش، در اینکه احکام قوانین بیان میکنه، در اینکه از جانب الله است. در این چیز متشابه که است، اینکه مضامینش با یک دیگر در زیبایی مشابهت داره، در فصاحت، در بلاغت و در اینکه کلش از جانب الله است، در این مشابه است. احکام بسیار منظم بیان میکنه. اینجا در این معنا. ولی اینجا که میگه محکمات متشابه و اینجا محکماتی که معناش واضح است، هر عالم میتونه او را درک کند، متشابهی که واضح نیست، مجمل است، غیر از الله کسی نمیفهمه. اینجا دیگه معنا داره، یعنی تو نیست که یک واژه در جای ام معنای خود داشته باشه. قرآن واژه‌اش در هر جای فرق میکنه. مثلا امین کی را که گفتن نی؟ ولا دالین، چه معنا؟ غیر مغضوب علیم ولا دالین، ما را نجات بتین از راه گمراهان. اینجا گمراه. ولی در سورت یوسف در صفت یعقوب فرزندش گفت که اینکه فی دلالک القدیم، تک در گمراهی قدیمیت هستی. اینجا دلالت به معنای گمراهی نیست، اینجا دیگه معناست. اینجا دلالت به معنای چی است؟ به معنای خطایی و اشتباه یا محبت، محبت سابقیت. به نمو خطایی سابقیت که تو دوست داشتی یوسف علیه السلام، اینجا به این معناست. بسیار جایا وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد، یک آیت دیگه در سوره بنی اسرائیل. وقالوا گفتن وقتی که ما ضللنا في الارض، ضللنا یعنی گمراه شویم، گم شویم در زمین. اینجا گم یعنی ریزه ریزه خاک میشیم، گم میشیم، وجود ما از بین میره، خاک میشیم. ائنا لفي خلق جديد، آیا ما مخلوق جدید میشیم؟ اینجا ضلالت به دیگه معنا. ان الله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين، دیگه جای میاد فاسق در حدیث قرآن. اینجا فاسق فرق میکنه، یکی فسق به معنای کفر، یکی فسق به معنای گناه. منافق عملی، آیت المنافق ثلاثه، منافق عملی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اینجا نفاق به معنای منافق اعتقادی است. یعنی هم یک لفظ در یک جای یک معنا داره، دیگه جای دیگه معنا داره، پس تعارض وجود نداره. چهارمین فایدهش ایست که امام بخاری روایت میکنه که از سعید بن جبیر ان رجلا قال ابن عباس، یک مرد از برای عبدالله ابن عباس، ترجمان قرآن است، حبر الامت، عالم ترین امت است، بچه کاکای رسول الله صلی الله علیه و آله، که رسول الله صلی الله علیه و آله برای ازی دعا کرده، رئیس المفسرین میگن عبدالله ابن عباس، بسیار فهمیده بود، الله برش علم داده بود. با دعای رسول الله صلی الله علیه و آله که دعا کرد اللهم فقهه فی العلم و علمه التأویل، فهم دقیق بده برش یا الله، تفسیر برش یاد بده، الله برش دعا کرده بود. یا کسی برش گفت که تو خو بسیار در قرآن میفهمی، ما بعضی آیات در قرآن دیدیم که در ذهن ما یک متعارض است، چطور گفت اینی لاجر فی القرآن اشیان تختلف علیه، ما در قرآن میبینیم چیزایی را که با بالای ما گردواد میشه، کدام است؟ قال عبدالله گفت که ما هو، ابن عباس برش گفت کدام است؟ قال قوله تعالى فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتسالون، یک آیت است که نسب و ارتباط نسب در بینشان نمی باشد و از یک دیگر سوال نمی کنند. و در دیگر جای میگه که و اقبل بعضهم على بعض يتسالون، روبرو میشه بعضی از اینا با بعض دیگر سوال میکنند. در یک آیت میگه که همین انسان ها در روز قیامت از یک دیگر سوال میکنند، در دیگر آیت میگه سوال نمیکنند. این چطور شد؟ و قال تعالى لا يكتمون الله حديثا، الله پنهان نمیکنه هیچ سخنی را، لا يكتمون الله حديثا، ولا پنهان کرده نمیتونه انسان ها از الله هیچ سخن را. و در دیگه جا میگه والله ربنا ما كنا مشرکین، در یک جا میگه که انسان ها از الله هیچ چیز پنهان کرده نمیتونه، در دیگه جا میگه که در روز قیامت پنهان میکنن شرک خدا را.
قسم میخورن که ما کننا مشرکین، ما مشرک نبودیم، انکار میکنن. فقط کتموها فی هذا، در اینجا پنهان کردن. و در سوره النازعات گفت الله می خلق السما، خلق السما قبل خلق الارض، اول آسمان پیدا شده باز زمین. قسمی که می فرماید که این فاخذه الله و نکال الاخره والاولى ان في ذلك العبره لمن يخشى انتم اشد خلقا ام السماء بناها. شما پیدایشتان سخت است یا آسمان ها را ما پیدا کردیم؟ رفع سمکها فسواها و اغتش لیلها و اخرج دحاها والارض بعد ذلك دحاها. بعد از این می فرماید که والارض بعد ذلك، یعنی زمین را بعد از آسمان هموار کرده. یعنی از یه فهمیده میشه که اول آسمان است باز زمین. و قد فصلت ذکر خلق الارض قبل خلق السما، یعنی اینجا در این آیت الله گفت اول آسمان باز زمین. در صورت بقره که ببینی اول آسمان است، اول زمین است باز آسمان. در آیت 29 مثلا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اول زمین الله کل زمین پیدا کرد، ثم استوى الى السماء، باز بلند شد به طرف آسمان یا قصد کرد، فسواهن سبع سماوات، باز هفت آسمان جور کرد. و در سوره فصلت هم میگه که خلق هو الذی خلق الارض فی یومین قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. بعد از اون الله میگه که آسمان ها را پیدا کرد. در دو آیات میگه اول زمین پیدا شد با آسمان. در سوره نازعات تو معلوم میشه که اول آسمان با زمین. این از عبدالله ابن عباس سوال کرد. دیگه هم این فرماید و کان الله غفور رحیم و کان الله عزیزا حکیما. یک جا میگه الله بخشاینده، در دیگه جا میگه غالب و صاحب حکمت است، در دیگه جا میگه و کان الله سمیعا بصیرا، الله بود سمیع و بصیر. فکانه و کان ثم مضا، باز گویا که در اول بودگی است. باز عبدالله ابن عباس بر جواب داد که فلا انصاب بینهم، یعنی در نفخه اول که پف میشه هیچ کدام نسب ارتباط نمیماند. فسایق من فی السماوات، تمام کسایی که در آسمان و زمین است بیوش میشه، الا ما ان شاء الله، مگر کسایی که الله بخواد. نسب نمیماند یعنی ارتباط، و سوالم نمیکنن. با در نفخه دوم که است اقبل بعض و ملا بعضی یتسالون، یعنی اوجا در اول که پف میشه قیامت برپا میشه، سوال نیست، ارتباط وجود نداره، نفع نمیرسه. در روز قیامت سوال میکنه، یعنی حالات مکانها فرق میکنه. عبدالله ابن عباد گفت او یک مکان است، دیگه مکان در یک حالت گپ میزنه، در دیگه حالت نه. در یک جای الله سوال نمیکنه، فیومید الله یسال اندم بی انسون ولا جن، از گناه سوال نمیشه. در دیگه جای الله میگه فلا نسالن الذین ارسل الیهم، در یک حالت الله سوال نمیکنه، در دیگه حالت سوالش میکنه. یا در این آیت که گفت ما کننا مشرکین ولیکتمون الله حدیثا، این چی معنی گفت؟ فإن الله یغفر لأهل الاخلاص ذنوبهم، الله گناهشان را میبخشد. مخلصین مشرکین میاین و میگوین که لم ما شرک نکردیم، اول الله که همی کسایی که شرک نکرده اینا را میبخشد، میگه برین در جنت، بسیاری ها را میبخشد، بس جزا میتن. باز اینا میگن که ما شرک نکردیم که باش ما هم در جنت بریم. فختم الله علی افواهیم، الله در دهنهایشون مهر میزنه که زد. فتنطق جوارحهم، دستایشون گپ میزنه که شرک کردیم، دستایش میکردیم بله اینجا نرفتی اونجا نرفتی، وجود شاهدی میتن بی اعمالیم. فعند ذلک عرف ان الله لا یکتم حدیثاً، الله که هست پنهان نمیکنه هیچ خبر را. و عنده یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی پیش از این و در اونجا آرمان میکنند کافرها کاش که مسلمان میبودند. اینا گفت سعی کنین در صورت فصلت میگه خلق الارض فی یومین ثم استوا، باز با آسمان بلند شد. و در صورت بقره میگه که اول زمین پیدا کرد باز آسمان. در نازیات میگه اول زمین پیدا کرد. گفت تطبیقش چیست؟ عبدالله ابن عباس گفت که مادی زمین امی خاکش و گل و سنگ گویش که از اول پیدا شد باز آسمان. بعد از پیدایش اصل مادی زمین و آسمان دوباره الله باز سرزمین کار کرد، فرشش کرد، اموار کرد و آب پیدا کرد و زراعتش و حیوانات و نباتاتش ایشه بعدن کرده گیست.
اینا تعارض وجود نداره. نفس و مادهش اول پیدا شد، باز آسمان و دوباره با سر دیگه چیزهایی که سبب حیات است، اسباب حیات که اکسیژن است، آب است، این سرش بعدا کار کرده است. پس هیچ تعارض وجود نداره، مادهش در اول باز آسمان، باز دوباره سر زمین کار شده. اینا در اینجا که میوه الارض بعد ذالک دحاها، نگفته که خلقها، دحوه دحو هموار کردن و فرش کردن و اسباب زندگی را جور کردن میگه، خلق خود نگفته. بازو گفت که یعنی تعارض وجود نداره. قرآن میگه که و کان الله غفور رحیم، ایرام جواب داد فسما نفس و ذالک لم یزل ولا همیشه ای طور بوده و می باشد. وای حکا فلا یختلف علیک القرآن فان کلم، گفت هلاک شوی، هیچ قرآن یکش با دیگش تناقض نداره. فان کلم من عند الله، کل شای جانب الله. اینا الله میگه که تناقض زمانی نیست که عمیق فکر کنید. افلا یتدبرون القرآن، آیا یا تعمق نمی کنند در قرآن؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر از جانب غیر الله می بود اختلاف پیدا می کرده، یعنی تناقض پیدا می کرده. یعنی تدبر که بکنید اختلاف نیست، تناقض وجود ندارد. اما اگر تعمق نکنی، فکر سرسری بکنی، باز اونجا در ظاهر برای تناقض معلوم میشه. حال یکم تا بر ما هم سوال میکنن، امی آیتی که در سوره فصلت است، الله میگه در دو روز زمین پیدا کردیم، در چهار روز باز تکمیلش کردیم، در دو روز دیگه آسمان ها، این را که دو را جدا حساب کنیم، چهار جدا، دو را جدا، هشت میشه. اما اگر دو را حساب کردی و این چهار که دوش از پیدایش زمین است، دوش از اسباب زندگی است، این هر دوش چهار است، با دو آسمان شش میشه. یک نفر از ما همیشه سوال کرده رئیس دمی تلفن که استاد جوابش دادم یک دفعه اجمالی نفهمید، باز تفصیلی گفتم، حتی تفسیر رازی را امام رازی را برش بیان کردم که اینطور میگه، اینطور میگه، اینا همین سوال کرده، اینطور در کلام عرب اینطوره، باز مرا میگه جواب تفصیلی بده که کافر را قناعت بتم. یعنی میجا یکم این قار ما آورده که گپ سخت بگم چی خوب برش گفتم که اینی باز میگه تو دلم بود بگم که فی قلوب مرضان، دم قلب تو مرض واری معلوم میشنی، اگر میخوای هدف بفهمی خواهی نبرد. گفتم دوبار گفتم نه باشیم، ما جواب تفصیلی میخوایم. یکم تا میتور سوال ها از شما خواهی دیگه پا خبر نیتی، شبکه های جهانی را که ببینید چند شبکه میتناقضات بیان کردم میره ها؟ اینه میتور در قرآن ایگه پس سکی جایی تو میگه، جایی تو میگه، کافر هستن با میگه کلام الله باشه، چرا تناقض است؟ این شما خبر نیستین ولی دیگه میفهمن. خب مسلمانایی که در کشورهای غربی اروپایی سونا زیاد این سوالا رو کافرها مطرح میکنن. پس این بود فوایدش.